all natural, synergistic, whole body, purification herbal formula. Pure body links. و ملاتونین دو تا از این هورمون ها هستن نوروترانسمیتر ها هستن که در بدن ما ترشح میشه و به موقع باید ترشح بشه و در زمان روز و با نور خورشید کمک میکنه که سرتونین ترشح بشه و وقتی که تاریک میشه و خورشید میره و هوا تاریک میشه این اون موقع هستش که ملاتونین تولید میشه کاری که ملاتونین میکنه درست برعکس کاریه که سروتونین میکنه ولی به همون اهمیت سر... ملاتونین کاری که میکنه بدن رو ریلکس میکنه آروم میکنه و آماده میکنه برای اینکه ما بخوابیم ملاتونین هورمونی هستش که کمک میکنه که ما خوابمون ببره البته باید از نور آفتاب و سیراتونین استفاده کرده باشیم به خاطر اینکه در موقعی که تاریک میشه همون سیراتونینه که تبدیل میشه به ملاتونین و کمک میکنه به ما به اینکه خواب اون ببره پس این اهمیت سیراتونین و ملاتونین بسیار زیاده به خاطر اینکه تمام فعل و انفعالاتی که در بدن ما رخ میده بستگی به بلنس و تولید کافی و به اندازه و به موقع این هرمون ها داره حالا راجع به پاینیل گلند که صحبت کردم یه لیست کوچولو من نوشتم در مورد کارهایی که مستقیم کنترل میکنه خیلی کارا رو پاینیل گلند غیر مستقیم هم کنترل میکنه ولی کاری که میکنه تمام ریپرودکشن یعنی تولید نسل ما در تحت کنترل پاینیل گلنده خوابمون قده های پیتویتری و همون هیپوفیز و تیروید باز تحت کنترل کامل پاینیل گلند هستن فشار خونمون مستقیم سیستم دفاعی بدن و تمام رشد سلولی حرارت بدن و برخ خیلی چیزای دیگه هستش که مستقیم تحت کنترل این پاینل گلند هستن و ترشحات به موقع و به اندازه و به جای سروتونین و ملاتونین که اگر که ما اینها رو نادیده بگیریم و این باز قوانین یعنی مثلا فرض کنین صبح که میشه نذاریم نور خورشید به اندازه کافی به ما برسه حالا من نمیگم بریم زیر نور خورشید زیر آفتاب و چشممون رو باز بکنم ولی نور خورشید باید برسه بدون وجود خورشید حیات اصلا غیر ممکنه حالا در مورد فواید خورشید و نور خورشید و خیلی از این چیزهای دیگه و بسیاری از تهمت هایی که به خورشید زده میشه و سرطان هایی که میگن از نور خورشید به وجود میاد و همه اینها راجبش حتماً چون یک برنامه کامل رو میگیره راجبش صحبت خواهیم کرد که اهمیت نور خورشید و چقدر خورشید در سلامتی ما اثر داره صحبت میکنیم و البته خورشید هم یک ابزاره جزء یک ابزاریه که در, در اختیار انسان قرار داره و استفاده صحیح اون میتونه ما رو به سلامتی کامل برسونه ولی اگر هم مثلا فرض کنیم بریم 5 ساعت زیر نور خورشید بخوابیم و بدنمون بسوزونیم و دی بشیم و بسیار چیزها خب مسلما بیماری های خیلی بدی میتونه سراغمون بیاد ولی اهمیت خورشید برای سلامتی ما بسیار زیاده و بسیاری از این گفته هایی که میگن اصلا زیر نور خورشید نرین و نمیدونم کرم ضد آفتاب بزنین و خیلی از اینجور چیزها و بسیاری از سرطان ها از اون هستش کاملا با بنابر باورهای من بسیاری از اونها کاملا بیمورد و بیجا و ثابت نشده هستش اون حالا میذاریم توی تپس توی جبه میذاریم بعدا درش رو باز میکنیم باز بیشتر راجبش صحبت میکنیم پس اهمیت این نور خورشید که صبح طلوع میکنه و زندگی دوباره برای ما شروع میکنه به فعالیت و به غیره نشون میده حالا همونجوری که من بارها بهتون گفتم بدن ما و از نظر غذا خوردن و از نظر حرکت و از نظر فعالیت و خیلی از چیزهای ذهنی و فکری و احساسی و غیره باید وفق بده خودشو با خورشید به چه صورت؟ یعنی این که اگر یادتون باشه همیشه من گفتم غذا خوردن ما مقدار غذا خوردن ما و غیره باید بر حسب نور خورشید باشه یعنی صبح که بیدار میشیم چون نور خورشید هنوز خیلی قوی نیست و زمانی هستش که اون موقع بدن ما کلینز میکنه زمانی که بدن ما در حال کلینز کردنه در حال اینه که این سمومی که حالا راجبش الان صحبت میکنیم شب راجبش که خیلی کار کردن و فلان اینا از بدن ما خارج میکنه و وارد روده ها و غیره میشه و کلیه و غیره بتونیم از بدن ما خارج کنیم پس باید صبح یه صبحونه ساده باشه میوه بهترین موقع برای خوردنش صبح هستش و یه مقدار غذاهای ساده به خاطر اینکه خورشید تازه داره طولو میکنه و میاد بالا همینجور که نور خورشید میاد بالاتر و بالاتر و بالاتر که میرسیم به ساعت بین ده صبح تا دو بعد از ظهر زمانی هستش که بدن از هر موقع دیگه بیشتر میتونه غذا رو هضم کنه به خاطر اینکه نور خورشید قوی تر یعنی ساعت دوازده که نور خورشید درست بالای سر ماست زمانی هستش که غذای ما بیشتر از هر موقع یعنی اون آنزیم های هضم غذا بیشتر از همیشه ترشح میشن پس خیلی بهتره که غذاهای سنگین غذاهایی که پروتئین داره غذاهایی که سبزیجات خام زیاد داره و غیره خیلی از اینها رو بهتری که در اون زمان بخوریم یعنی حدود بین دوازده تا دو یا یازده میتونم بگم تا دو یا حتی سه که خورشید هنوز یه مقدار زیادی قوی هستش و میتونیم غذاهای سنگینمون رو موقع بخوریم و بعدا خیلی بهتر میتونه اونها رو به هر حال هضم بکنه بعد از عمل هضم که بعد حالا میرسیم وارد فیز بعدی میشیم که میشه ساعت دوی بعد از ظهر تا شش بعد از ظهر زمانی هستش که بدن شروع میکنه به این غذاهایی که هضم شده جذب کردن و حل کردن یعنی اسیمیله میکنه و بعد یوتیلایز کردن که اینا اتفاقات خیلی مهمی که در بدن انسان میفته و اتفاقا چون اون موقع است که ما جذبمون بهتره حتی برای مطالعه و برای یادگیری و برای جذب موارد و مطالب اون موقع هستش که ما بیشتر از یعنی بین ساعت دو تا 6 وقتی هستش که بیشتر از همیشه ما میتونیم مطالب رو جذب بکنیم قزامون رو درست جذب میکنیم و مطالب هم در که در اتفاق در محیط ما هست میتونیم بهتر جذب بکنیم پس زمان خوبیه برای اون و غذاهایی که همونجوری که گفتم شروع میکنیم و یه مقداری استراحت لازم داریم بعد از این غذاها رو خوردیم و غیره و بدن شروع میکنه به جذب کردن و مغز و ذهن شروع میکنه به جذب کردن بعد میرسیم به مرحله بعدی که البته باید اینا در زمانی که بلنس باشیم و غذا با درست خورده باشیم اگه نه زمانی هستش که بین دو تا شیش زمانی هستش که کسانی که کریو میکنن هوس چیزای شیرین هوس مشروب حوس قهوه حوس شکلات و, و این رو ما و مواد مخدر و خیلی از این چیزها بین ساعت دو تا شش بعد از ظهر به خاطر اینکه کسانی هستن که هضمشون درست نبوده و جذبشون درست نبوده و بدنشون بالانس نبوده بعد میرسیم به ساعت بین ساعت 6 تا ده 6 تا ده زمانی که به هر خورشید دیگه کم کم داره غروب میشه و داره میره و از نظر غذایی باید یه مقدار ما آروم بخوریم، کم بخوریم، و هرچ بیشتر دور میشیم از غروب خورشید باید غذا کمتر بخوریم و کمتر بخوریم به خاطر اینکه بدن بعد اون موقعی هستش که دیگه تقریبا ساعت های 8 و 9 اون موقع هستش که تاریک شده و ملاتونین یعنی سروتونین تبدیل میشه به ملاتونین و کم کم چشمامون خواب میگیره و اون موقع هستش که ما بهتر از نور و از صدا و از تلویزیون و از کامپیوتر و خیلی از این چیزها کمتر استفاده کنیم و بیشتر در آرامش باشیم و در سکوت باشیم و بدنمون رو آماده بکنیم برای فیز بعدی فیز بعدی فیز بسیار مهمیه فیز بعدی بین ساعت ده تا دو ده شب تا دو صبح که یکی از مهمترین هایی هستش که بدن ما لازم داره زمانی هستش که بدن ما باید استراحت کنه بخوابه، به خواب بره که خیلی از فانکشن ها و خیلی از اعضا و خیلی از فلان که ما در بیداری انجام میدیم خاموش بشه که انرژی صرف کاری بشه که قراره بشه چه کاری قراره بشه؟ عمل پاکسازی بیشتر از همه چه ارگانی این عمل رو انجام میده؟ کبد کار اصلی کبد بین ساعت ده شب تا دو صبح ما ایرونی عادت داریم خیلی موقع مهمونی که میری مهمونی میگیریم ساعت دوازه تازه غذا میخوریم اون موقع زمانیه که باید خواب باشیم و زمانی هستش که کبد داره حسابی کار خودش رو انجام میده ساعت 11 12 1 و غیره و شاید شاید که نه این باز علم الان شایدی نیست اه، کبد اه، بیشترین کار و فعالیتش در همون زمانی هستش که ما خوابیدیم به خصوص بین ساعت 10 تا 2 10 شب تا 2 صبح که شاید باز میگم شاید ببخشید بالای 500 کار مختلف و کبد برای ما میکنه یکی از مهمترین کاراش همین عمل دیتاکسیفیکیشن هست عملی هستش که این سمومو که وارد بدن شدن و غیر همه رو بشکنه و خون رو تمیز بکنه و تصویه بکنه و خیلی از کارهای دیگه البته تصویه رو که کلیه ها میکنن ولی خب برحال همه اینها همراه با همکاری با کبد هست نقش اصلی رو کبد ایفا میکنه و بعد خب تمام ارگان های دیگه هم با اون همکاری میکنن مثل پوست و مثل روده ها و مثل کلیه ها و روده ها و غیره که باز وارد فیز بعدی که میشیم میشه بین دو تا شش صبح که تمام این سمومی که شکسته شدن و پاک شدن و اینا کبد شروع میکنه اینها رو به جاهای مختلف بدن برای دفع و برای دیتاکس کردن و برای خارج کردن که خیلی مهمه یعنی بین دو صبح تا شش صبح زمانی هستش که مثلا فرض کنین مواد از میخوام کبد که کار خودش رو هی تقسیم کرد کلیه ها شروع میکنن این موادی که چیز شده به صورت ادرار وارد مسانه میکنن زمانی هستش که این سموم از کبد وارد روده کوچک و روده بزرگ و غذای هست شده و دف شده و غیره وارد روده بزرگ میشه و میره تقریبا به انتهای روده بزرگ برای دف شدن به صورت مطفوع زمانی هستش که ریه های ما بسیاری از سموم و از خودشون خارج میکنن زمانی هستش که قدرت لنفاوی ما شروع میکنن به فعالیت بیشتر پس خیلی مهمه به خاطر اینکه زمان بین دو تا شش صبح زمانی هستش که بدن ما داره عمل پاکسازی،, پاکسازی رو بیشتر انجام داده و داره بیشتر سعی میکنه که این حال سمومی که چیز کرده از خودش خارج کنه